داره، یک روز دیگه است با یه عالم حرف تازه. چشمای خوشی خانمم بازم امروز پر رازه، رو تنه درختای شهر شکوفه جوونه کرده، روی شاخ و برگ سبزش قناری لونه کرده. همه سرگرم به کارم، چشم به راه همه جاده، تا که قاصدک میاد و خبر تازه بیاره. اون از راه رسیده با یک خورجین پر نامه، داره دور شهر میگرده، آخه اون پیک سلامه. ما هم کسی یه نامه داره، با صدق خورم و شاده، واسه مردم روی بالش نامه ای تازه میاره. عروسی خبر خوش تولد، دوباره میدونای شمس بره از سر و صدا شد، یه مسافر اومده از راه دور پر خطر، یکی دیگه حاضره میخواد بره به سفر. مشاد و بیخیالم، هیچ کسی تنها نمونده، یاد یارو دیاره لحظه ای جدا نمونده. یکی تنهاست، حتی نامه ای نداره، اما منتظر نشسته تا یکی خبر بیاره. ولی خیلی خوب میدونه سهم اون قصه و درده، میدونه روزا و شبهاش سود و پوره سرد سرده، میدونه روزا و شبهاش سود و پوره سرد سرده، میدونه روزا و گفتی من کیم؟ لابد رامبد جوان مست. آفرین، درسته، دقیقاً خودش باری کلا. ببینم تو نمیخوای یه شوخی جدید یاد بگیری ها؟ این چند روزی که ندیدمت دلم حسابی برات تنگ شده بود. کاپا. منم همینطور دوست عزیز. شما من از کمک من از دست این قلبی همونی نجات بده. نه ترس بند خدا، اون فقط داره به تو محبت میکنه. محبت؟ من آخر زیر بار این همه محبت له میشم. گم شو کنار. شیرا رو آماده کردی؟ هم شیرا رو، هم پنیرا رو، همه رو. تازه یه تاقارم ماست زدم، نظرت چیه ها؟ به به، چه کدبانویی دیگه، وقتته ها. گرگیر. آی بابا خیلی خوب، خیلی خوب، گرگیر صدا نکن، غلط کردم. این که ناراحتی نداری. من که دستم بهت نرسه. من که چیزی نگفتم بابا، میخوای زن نگیری نگیر. وای خدا جون خسته شدم. تو هم که همش نشستی تن بابا. اگه خستگیتون در رفت
خواهش میکنم زودتر راه بیافتین، میترسم شیرا تو گرما خراب شن. باشه راه بیافت دیگه، تکون بخور. باشه الان میرم، میخوام یه پیشنهاد بهت بدم که نتونی ردش کنی. خب بگو چیه. بیا امروز با هم بریم شهر. داری شوخی میکنی؟ من توی شهر کاری ندارم، تو که خوب میدونی اونجا کسی منتظر من نیست. یعنی هیچ جا کسی منتظر من نیست. اینقدر ناامید نباش، امروز فرق میکنه، خودم هم شب برات میگردونم. آهان، مگه امروز تو شهر چه خبره که تو اینقدر داری اصرار میکنی؟ خودت برو برگرد دیگه، به من چی کار داری؟ تو بیا، توی را برات تعریف میکنم. که نمیتونم گوسفندای مردم رو ول کنم به امان خدا. چی داری میگی؟ پس این گرگی اینجا چی کاره است؟ این همه دردسر کشتی بزرگش کرده که چی بشه؟ خب آره، اما چی؟ خیلی خوب باشه، فقط خواستم یه آب و هوایی عوض کنی. همین، حیف شد که نمیاد. هی، بره ایمون، بره ببینم. آلی جناب، لباساتون رو آورد. خیلی خوب، خیلی خوب، بذارش همونجا. چو برو، اگه کاری داشتم صداد میکنم. برو جانم، برو، برو. بله قربان. یه دقیقه صبر کن ببینم خورشید بانو که هنوز از این موضوع چیزی نمیدونه. نه قربان، بهشون چیزی نگفت. چیزی نگفتی، زودتر برو. خب تو مرخصی، برو برو برو. جانم جان، اینم از لباس نو، لباس مهمونی، لباس جشن. آخ من میمیرم واسه این جشن. اونم چی شدم؟ گفتم که نمیخوام. یک بازی نکن دختر، بیا اینا رو امتحان کن. از صبح تا حالا اینجا حبسم کردی، حالا میخوای به زور لباس مهمونی تنم کنم؟ برای چی باید این کارو بکنم؟ من دارم میرم. خورشید، گفتم که بیرون نه. من نمیرم بیرون. آره، بازم شما؟ من داشتم اتفاقی از اینجا رد میشدم که خیلی جالبه، اتفاقی هم گوشتون چسبید به در اتاق من. به به، چی شده که امروز از اتاقتون تشریف آوردین بیرون؟ گفتم که همینطور اتفاقی از اینجا رد میشدم که گربه یه دیوونه. خورشید خانم، چند بار بگم پنجره رو باز نذارین؟ پیش من اومدم اینجا که چیزی بهتون بگم. دوباره شروع نکن. نه، یه چیز دیگه میخوام بگم، قسم میخورم که برای شما خیلی مهم. بگید، گوشم با شماست. ببین چی اینجاست، ببین چی اینجاست. به هم بگین این چیه پوشیدین پدر؟ این خب این لباس دیگه جانم، این لباس عروسی. لباس نو، لباس مهمونی، لباس جشن، مگه نه؟ چرا نمیشینی دخترم؟ میشه بگی چرا توی این قصر همیشه من آخرین نفریم که از چیزی خبردار میشم؟ تو از چی ناراحتی دخترم؟ کسی به تو چیزی گفتی جانم؟ دیگه برام مهم نیست پدر. ولی برای من خیلی مهمه، میخوام بدونم، مهم بجونم. گفتم که مهم نیست پدر. ولی گفتم که برای من مهمه، مهمه، میفهمی جانم؟ مهمه. چرا متوجه نیست؟ من نمیخوام اینجوری ازدواج کنم. خورشید دخترم، ببین چی میگم، به من نگاه کن دخترم. ببین، با تو هم خورشید جان، خوب به هم نگاه کن. من پیرم، چیزی از عمرم باقی نمونده. روزی که بمیرم کی باید وارث این حکومت بشه؟ معلومه دیگه، شوهر تو. آخه چجوری با کسی که نمیشناسمش ازدواج کنم؟ گوش کن دخترم، امروز شاهزادگان چهار کشور به اینجا میان و طبق رسوم قدیمی این سرزمین وقتی پادشاه پسر نداره، هر شاهزاده‌ای که برنده این مسابقه شد داماد پادشاه و وارث حکومت اون. این حرف آخرتونه؟ اگه به پیشنهاد ازدواج منجم جواب رد نمیدادی، کار به اینجا نمیکشی. کاش مادرم زنده بود.
کاش زنده بودی، خیلی بهت احتیاج دارم. سقف آسمون میخوند برای آدم ها باید صدای مهربون، که آدم ها زرنگ باشین، دشمن دیو با جنگ باشین، دیو همیشه چشم راست، دشمن دوستی های ماست، باید اینقدر تو صحرا با گوسفندا و بزا سر کله زدم، وقتی میام شهر انگار اومدم یه دنیای جدید، قاطی میکنم. پسر دوتا شربت بیار. بله. آره جمشید، واسه همین بود که میگفتم با من بیای شهر، میدونستم بهت خوش میگذره، پشیمون میشدی اگه نمیمدی. این شربت چی شد آقا جون؟ الان میارم. اینم دوتا شربت خنک برای شما. شربت داغ نشه بخور. تو هم دیدی؟ چیو؟ چیو من دیدم؟ اونجا رو دارم میگم. اونجا چی؟ بارو بابا تو هم دلت خوشه ها. بابا نگاه کن، اونجا رو دارم میگم، بالای اون قصر نگاه کن. میبینی؟ اونجا بود. خودم دیدمش. سیاوشتر، باگوش نشون نده. اونجا ایوون اتاق دختر پادشاهه. دختر پادشاه؟ آره پسر جون، دختر پادشاه. یعنی همون دختری که امروز قرار خواستگاراش برای مسابقه از راه برسن؟ پادشاه که دختر بیشتر نداره. خورشید، خورشید بانو. حالا بیا شربتتو بخور. نه 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 باشه برای بعد، من الان یه کاری برام پیش اومده، زود برمیگردم. چی شد یه دفعه؟ من باید برم، یه اتفاقی افتاده، زود برمیگردم، نگران نباش. صبر کن برسونمه. من خودم میرم، چه تنهایی بذار. مواظب باش. جلو چشمتو نگاه بکن جواب. ببخشید من معذرت میخوام، من عجله دارم، باید برم. آخه کی گفت من این دیوونه رو با خودم بیارم؟ خود خرم. ببخشید. نترسین شاهزاده خانم، منم. برای چی توی تاریکی پنهان میشین؟ نه من فقط اینجا ایستاده بودم، پنهان نشده بودم. شما همیشه فقط یه گوشه وایسادین و این یه گوشه هم همیشه سر راه منه. ببخشید اگه شما رو ترسوندم، منظوری نداشتم. این روزا همه جا صحبت از جشنه. جشن؟ مسخره است. این جشن هیچ ربطی به من نداره. فکر میکردم شما باید از اومدن شاهزادهایی که بزرگترین آرزوشون ازدواج با شما خوشحال باشین. نمیخوام در این باره چیزی بشنوم. خواهش میکنم صبر کنین. چی میخواین؟ دیگه چی میخواین بگین جناب منجم؟ میدونم که با اومدن اون شاهزاده‌ها من، یعنی با خودم گفتم قبل از اومدن شاهزاده‌ها یه بار دیگه، به هر حال خوب میدونم که من شرایط اونا رو ندارم، ولی گوش کنین جناب منجم، من اگه به پیشنهاد ازدواج شما جواب رد دادم، دلیل شرایط شما نبود. ولی اگه منم از یه خانواده اشرافی ثروتمند بودم، نه، شاید. نه این درست نیست. چرا در مورد من اینطور فکر میکنین؟ اگه اینطور نیست پس چرا من جواب رد میدین شاهزاده خانم؟ گوش کنین، شما مرد خوب و محترمی هستین، با تجربه و دانشمند، کسان زیادی هستن که دلشون میخواد با شما ازدواج کنن. اما من نمیخوام با کسی دیگه ازدواج کنم، من فرق دارم. متاسفم، این مشکل شماست و من نمیتونم حلش کنم. ببینم این جواب آخرتونه شاهزاده خانم؟ این بار چندمه که من دارم به شما جواب آخر میدم. باور کنین دیگه حسابش از دست خودم هم در رفته، اما مطمئنم که این دفعه واقعا بار آخر بود. گفتم نه.
منم گفتم آره. منم گفتم نه. کجا داری میری؟ میرم جهنم. یعنی میخوای منو تنها بذاری؟ هر بار همین جوری منو بیچاره رو گول میزنی. پس گفتی آره. من هیچی نگفتم. تو این راه مخفی رو از کجا بلد بودی؟ این راه مخفی رو فقط دو نفر بلدم. اولیش معماریه که این قصر رو ساخته، دومیشم منم. حالا اینکه من چجوری این راه یاد گرفتم جریانش مفصله. جونم برات بگه چندین و چند سال پیش بعدن تعریف کن، باید زودتر راه بیفتی. بیا الان چند ساعت داریم راه میریم ولی هنوز در این قصر آبادی. یک کمی دیگه صبر کنی میرسی. یکی پیدا نمیشه به من بگه آخه زنه به این سن تو چرا هر دفعه گوله یه الف بچه رو میخوری؟ زنه به این سن تو چرا هر دفعه گوله این یه الف بچه رو میخوری؟ بیا اینم عوض تشکرشه. تازه اگه بفهمن من توی فرار از قصر بهت کمک کردم کلمو از بیخ میکنن یا میندازنم جلوی شیرهای گرسنه. زود باش تصمیمتو بگیر، کلتو میکنن یا میندازن جلوی شیرهای گرسنه. این چی بود؟ دیگه چیه؟ این بازی ها چیه؟ میگی چه شده یا نه؟ همشون فرار کردن. من قبلا شما رو یه جایی ندیدم. به نظر ماشینا میای. عالی جناب. بگو زود باش بگو ببینم خبری نشد؟ نه 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 قربان هیچ خبری. از فردا سربازا رو بفرستین که تمام شهر رو دنبالش بگردن. به جارچیان بگین به مردم خبر بدن هر چی خورشید بانو رو پیدا کرد یک کیسه طلا مژدگانی میگیره، نه بکنش دو کیسه. اطاعت عالی جناب. میشه رو میز یه جا باز کنین؟ بدینش به من. نه راحتم. مزه‌ش هم خوب باشه. شما نمیخوریم؟ من غذامو خوردم، یعنی مجبورم زود غذا بخورم تا زود بخوابم و صبح زود بتونم از خواب بیدار شم. چیه؟ چجوریه؟ خیلی بدمزه است؟ معرکه است. تا حالا چیزی به این خوشمزگی نخورده بودم. Thank you.
صدا از راه میام، بر پی وسوسه گرمی یک نگاه میام. درای قلب تو با کن، بذار خورشید به تو بده، ایداد کردم. ای جمشید، یوهو، من اومدم. بابا چه خبرته؟ صدا نکن. علیکم سلام آقا. آن چه پر رو، من از تو سه ما بزرگترم، بعد من اول سلام کنم؟ چند بار باید بگم که بزرگی رفتی به هیکل نداره کپو. حالا این موقع شب اینجا چیکار داری؟ ببین دیشب چی به در دیوار شهر چسبوندن. بیا بگی بخونش، بگیر. بده ببینم. تو کیسه طلا مجنگانی داری؟ جلان اینجاست. من تو جنگل بوده شدم، گرگا بهش حمله کرده بودن، منم نجاتش دادم. شوخه میکنی؟ یعنی تو دختر پادشاه رو نجات دادی؟ آره نجاتش دادم. یعنی اون الان اونجاست؟ آره الان اینجاست. آی تبریک میگم، تبریک میگم، دیگه پولدار شدیم جمشید. چی میگی دیوونه شدی؟ چرا متوجه نیستی؟ اگه بدی جای این دختره رو خبر بدی، دو تا کیسه پر از سکه طلا گیره میاد، میدونی یعنی چی؟ باید برم خوشتو بعد از این همه مدت منو نشناختی؟ من یه همچون آدمی هم؟ خب چند بار بگم شوخی کردم بابا جون، شوخی کردم. تو میگی اصلا شوخی آره نمیشه ها. این شوخیش از جدیشم بدتره. کی گفته که
شوخیش از جدیش هم بدتره. با من بس نکنه. اصلا چجوری همچی فکر افتاد تو کله پوکه تو ها؟ یه دختر تنهای مظلومو ببرم بفروشمش؟ منی که همه مردم شهر بهم اطمینان دارن؟ اون وقت برم یه دختر تنها رو که از دست ظلم پدرش آواره شده رو بفروشم؟ برام مثل مادره، مادری که هیچ وقت ندیدمش. منم هیچ وقت مادرمو ندیدم. راست میگی؟ از پدرم چیز زیادی یادم نمیاد. ولی من از پدرم خیلی چیز یادم میاد. انگار داره به هوش میاد. زود باش، باید فرار کنیم. کجا؟ آخه چرا باید فرار کنیم؟ این آدم فروش خائن تو رو فروخته. چی داری میگی؟ من؟ آره تو. دیگه داری زیادی تو میری. من معذرت میخوام، فکر میکنم وقتی سرش خورده زمین یه کمی خودم شدیدم داشتن نقشه میکشیدن که تو رو تحویل بدن تا از پدر جایزه بگیرن. حالا فهمیدم چی شده. اجازه بدیم براتون توضیح بدم. من یه دوستی دارم که بعضی وقتا شوخیای بی ربطی میکنه. چند بارم تا حالا بهش گفتم که این حرفا شوخیش از جدیش بدتره، ولی نمیدونم چرا هیچ وقت. بانوی من، به دستور پادشاه باید با من به قصر برگردید. از فروختن من چقدر گیرت اومده؟ من نمیفهمم چه اتفاقی افتاده. هر چقدر که بهت پول دادن، من میتونستم بیشترش رو بهت بدم. پول چیه؟ من از هیچی خبر ندارم. تو حرف نزن، آدم فروش پول پرست. بریم. حتما سوء تفاهم میشده. راستی، غذایی که درست کردی واقعا خوشمزه بود. میشه. غذا حاضره، غذا حاضره. جمشید بیا پایین غذاتو بخور. گفتم که گرسنم نیست. معلوم اون بالا چی کار میکنی؟ حوصله‌ام سر رفت بابا. بیا پایین پسر دو کلوم حرف بزنیم. تو بخور، من بعدم میام. ببینم من آورده اینجا چی کار کنم. گرگی یکم با این کپل اختلاط کن تا حوصله‌اش سر نره، اینجوری شاید قرقرش هم بند بیاد. آی باز الان دوباره شروع میشه. معذرت میخوام، اصلا حوصله‌ام سر نرفته. من همین الان یه تصمیم جالب گرفتم. اول بگو این گرگی از رو من بلند شه، خفه شدم. من تصمیم گرفتم که تو مسابقه شاهزاده ها برای خواستگاری دختر پادشاه شرکت کنم. چه؟ تو؟ چه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه حرف بدی زدم من ها؟ این چی بود دیگه؟ خورشید خانوم، درو باز کن. کارت دارم. اینکه خودتو لوس نکن. این بچه بازی ها چی از خودت در میاری؟ درو باز کن ببین چی میگم. اگه گذاشتی کتابمو بخونم؟ حالا چه وقتی کتاب خوندنه؟ باز کن این درو. تو رو خدا راحتم بذار. خورشید جونم، اگه منو دوست داری این درو باز کن. چه ربطی به دوست داشتن تو داره؟ من فقط نمیخوام توی مهمونی شرکت کنم، همین. یعنی چی نمیخوام تو مهمونی شرکت کنم؟ مگه اینا خواستگارای تو نیستن؟ نه، اینا خواستگارای من نیستن. پس خواستگارای منن خانم جون. مثل اینکه خیلی هم بدت نمیاد. خدا نکشتت. حالا بذار بیام تو. حالا نمیشه بخندی. باز از بچگی همینجور بودی. حالا جواب بابا تو چی بدم؟ خورشید جونم درو باز کن، خواهش میکنم. شاهزادگان بزرگان، به کشور ما خوش آمدید. از جمع شما شاهزادگان بلند مرتبه، به زودی یه نفر به عنوان وارث تاج و تخت من انتخاب خواهد شد. پس بذارید بگم که به کشور خودتون خیلی خوش آمدید. تا آغاز روز مسابقه 10 روز باقی مونده. 10 روزی که ما فرصت داریم همدیگر رو بهتر بشناسیم و بعد برنده این مسابقه که شایسته ترین فرد در بین شما خواهد بود، به عنوان همسر تنها دختر من انتخاب خواهد شد.
یا حالا یا هیچ وقت. ولی میگه استادم این راز با من نسپرد، مگه نگو برای همیشه پنهان نگهش دارم. ولی اون هیچ وقت فکرشم نمی کرد در یه همچین موقعیتی گیری کنم. هیچ وقت. راز باید یه جایی به دردم بخوره و اون همین جاست. کم آوردی به جون میرم. آها آمده. بودو بسر. بودو کم نیار. کم نیار بگیرم. آها داشته باش. بگیرم شید. جا خلید. آمده؟ سیب رو فقط بزنم. باشه. سیب. بچه‌ش همه رو ریختن. عجله نکن، نه ترس، دیر نمیشه. داری چی کار میکنی اونجا؟ گفتن عروس ناز داره ولی نه اینقدر. چقدر تو بیخیالی. سود باش، الان مسابقه شروع میشه. من که نمیتونم یه ثانیه هم صبر کنم. تو برو، من الان آماده میشم میام. دیر نکنی یا خانم جون. گفتم که زود میام، تو برو. قول؟ قول. پدر عزیزم. پسر این چه قیافه یه گرفتی؟ تو میتونی، تو حتما برنده میشی. با اجازه پادشاه.
شاهزادگان گرامی، تا چند لحظه دیگر زمان آغاز مسابقه فرا میرسه و برنده این مسابقه همسر خورشید بانو و وارث تاج و تخت پادشاه. جمشید جمشید جمشید، برای چی واستادی؟ زود باش، مسابقه شروع شد. بجام بجام، زود باش، تو میتونی، تو قهرمانی. بودو جان، من عاشقم، از بدون برنده ی بازی منم، تک سواری که تو رویا میسازی منم، شاید اون یکی بتونه جنگل رو شکست بده، شاید این یکی بتونه محاسمون رو دست به دست بده، شاید اون بتونه تا قلبه ها پر بکشه، بتونه به هر جا دلش میخواد سر بکشه. مردم با شما هستم، از امروز جای جمشید اینجاست در کنار من. بلند شو پسرم، تو به زودی همسر دخترم و وارث تاج و تخت من میشی. آخه الان وقتشه، فهمیدم هول شدی. خب طبیعیه، من یه دخترم بود داشتم که وقت عروسی میشه پس کنی؟ چشم خانم، یه امر ضروری علی جناب باید چیم. صبر کنید، خورشید بانو الان برمیگرده. نکردنی هست.
شاهزاده خانم اسیر کرده، داره اون رو با خودش میبره. بگیریدش، نظر شاهزاده خانم رو میبره. پسر آروم باش. چی شده؟ خواب عجیب میدیدم. اولش مثل یه رویای قشنگ بود، ولی بعد تبدیل به یه کابوس وحشتناک شد. بگو ببینم چه خوابی؟ خواب دیدم تو مسابقه بزرگ پیروز شدم و قرار شد که با دختر پادشاه عروسی کنم، ولی یه مرتبه یکی اومد و خورشید رو با خودش برد. وای خدایا. خیلی خوب، آروم باش، زیاد تقلا نکن. دو روزه که بیهوشی، خیلی شانس آوردی که زنده ای. وای ماهان، خدا کنه که این خواب واقعیت نداشته باشه. بعد از اینکه قایل خوابید، پادشاه از همه شاهزادهایی که توی مسابقه شرکت کرده بودن کمک خواست، بلکه یکی بره دنبال خورشید بانو، ولی همه از ترسشون فرار کردن. تنها کسی هم که یه کاری کرد تو بودی. اما خب یه دقیقه چی نگو. چی شده مگه؟ من یه صدایی بیرون شنیدم. بابا تو هم از اولش گوشات خوب نمیشنی، چه برسه برای که کلتم خورده به دیوار. چی از اونجا تکون نخور. سب کنی من یه دوستم. چی گفتی؟ یه دوستی؟ بله یه دوست. سب کنی تا یه چیزی نشونتون بدم. ببینین گردن بند پدرم. حالا باورتون شد که من یه دوستم؟ یه دوست قدیمی؟ ای وای، صد بار گفتم جلوی گلوی دوشی کلمه دوستم نگیم. داره بهش ماه برد. این دوشی به کلمه حساسیت داره. خب گفتی اسمت چیه؟ کارام. گفتی کارام؟ کارام؟ کارام 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 کارام، چه اسم عجیبی. خب کارام، از شما خوشت میاد؟ البته. آره؟ چقدر مهمون نوازی، درست مثل پدرت. نمیخوای بگی اینجا چی کار میکنی کارام؟ بذار با خیال راحت شامشو بخورم. ماهان درست میگه، حالا دیگه وقت گفتنه. من از یه جای خیلی دور به اینجا اومدم، یه جای خیلی دور، جایی که مردم من در دل کوههای بلند زندگی میکنن. کار مردم من استخراج طلاهای زیر کوه. با طلاها چیزهای مختلف میسازن و اونا رو با غذا و لباس و چیزهای دیگه عوض میکنن. برای اینکه طلاهای سرزمین ما مردم بقیه سرزمین ها رو وسوسه نکنه تا به سرزمین ما حمله کنن، ما طلاهامون رو یه جای امن قایم میکرد، یه جای امن با یه نگهبان. هیچ کس نمیدونه که این سیمرغ بزرگ مهربون از کی توی کوهستان ما زندگی میکرده، ولی همه یه چیزو خوب میدونستن، اینکه اون بهترین دوست ما. روزای خوبی بود و ما منتظر بودیم تا اولین فرزند سیمرغ از تخم بیرون بیاد. همه چیز خوب بود تا اون روزی که داشتم از دامنه کوههای دور و بر گیاهای دارویی جمع میکردم. میخوای بقیه شو بعدم برامون تعریف کنی کاران؟ نه الان وقتی این حرفا نیست، ما وقتی برای از دست دادن نداریم. پس بگو وقتی داشتی گیاهاری میچیدی چه اتفاقی افتاد؟ یه صدای شبیه انفجار، یه نور خیلی شدید که من فقط نگاه میکردم بدون اینکه بتونم کاری انجام بدم. میکردم که چجوری کوهستانی که این همه دوستش داشتم با تلسم سیاهی جادوگر تسخیر میشد. میدیدم که چطوری مردمم اسیر میشدن و کاش هیچ وقت نمیدیدم که بهترین دوست ما هیچ وقت نتونست تولد فرزندشو ببینه. خب بگو چی به سر اون بچه اومد؟ گفت دیگه، گفتش که اون هیچ وقت به دنیا نیومد. ببینم، یعنی منجمون از بین برد؟ نه، اون نمیتونست که همچین تخمی وجود داره. اون الان اینجاست پیش منه. نه. آه.
این تنها چیزی بود که تونستم نجات بدم، تنها بازمانده یه دوست. ای وای، این کلمه رو نگو. نه بذار من بگیرم. اف اف اف. چه اینجوری میشه؟ اون آخرین نگهبان ما بود. اینو ماما اینجوری میکنی با منه؟ چهرم به بیاد مامان باشی جمع شید. چی کار داری میکنی؟ بیا اینجا بیرم. حالا مامان با این چی کار کنی؟ مزدارم بیا اینجا. مجبوری به فرزندی قبولش کنی. لوس نشو، من دارم جدی میپرسم. اول باید بهش غذا بدیم، سیر که شد بعدم با خودمون میبریم. چی داری میگی؟ با خودمون میبریمش؟ کجا میبریمش؟ اینجا بینم. بذار اول ترتیب غذایی رو بدیم، بعدم براتون توضیح میدم. ماهان بیه دقیقه اینو بگی. به من چه ربطی داره؟ مثل اینکه تو مامانشی ها. جمشید خان بی بگیرش دیگه، ببرش تو آقل، یکم شیر بدوش بهش بده بخوره. یه بینم بچه، یه بینم بچه، یه بینم بچه، چی میخوای؟ گولی گولی باری کلا. خاله رو ببین، اخماتو با کن، بچه میترسه. نک دارده چه بکن بچه، برو زودتر غذاشو بده. مواظب باش زیاد غذا نخوره، دل درد میگیره. خب تو داشتی راجع به رفتن یه چیزایی میگفتی. راستی تو هنوز به من نگفتی که این گردنبنده پدر ما از کجا پیدا کرد؟ من بیشتر از اونی که تو فکر میکنی عمر کردم، خیلی بیشتر از اون. و روزی که منجم کوهستان ما رو تسخیر کرد یاد سالها پیش افتادم، روزی که نیمه گرگ ها به طمع طلاهای ما به کوهستان ما حمله کردن، اون روز که مرد تنها یه مبارز شجاع به ما کمک کرد تا مهاجمین رو عقب برونیم. در جنگ اون زخم بدی برداشت و همه داروهای من در برابر اون زخم وحشتناک بیفایده بودن. ما پیروز شده بودیم ولی قهرمان ما داشت نفسهای آخرش میکشید. تو اون لحظات آخر اون چیزی به من داد که بگی تو. آره میشناسمش. چقدر شکل تو بود، ولی با تجربه تر از تو و کمی پیرتر. تو برای چی به اینجا اومدی ها؟ اینقدر سر به سر اون نذار پسر. خب داشتی میگفتی؟ دنبال پسر کسی میگشتم که یک بار ما رو نجات داد تا دوباره. یعنی من؟ البته. از کجا مطمئنی که من میتونم؟ اگه تو نتونی هیچ کس دیگه ای هم نمیتونه. اون کسی که شهر ما رو دستمون در آورده همون کسیه که همسر آینده تو رو دزدیده. اون وقت تو میخوای همینجوری اینجا بمونی؟ نه ولی. ولی چی؟ اگه اون نخواد که همسر من باشه چی؟ پسر جوون، این یه بازی دو طرفه است، تو سهم خودتو بازی کن، خوبم بازی کن و بعد منتظر بشین تا ببینی حریف چیکار میکنه. دستم به نرسه. ای مامان مامان میکنه. عجب جونوری. امشب یه جوری باید این بچه رو خوابون تو ما هم بتونیم استراحت کنیم. فردا راه سختی در پیش. گفتی راه سخت؟ خیلی سخت. کی هستی؟ اینجا کجاست؟ اسم من تینیه، تینی، خدمتکار مخصوصی شما. بگو من اینجا چی کار میکنم؟ شما چند روزه که خواب بودی؟ امروز بالاخره بیدار شدی. یعنی خواب نمیدیدم؟ اینجا رو خودم براتون آماده کردم. چرا من آوردی اینجا؟ اوی فکر نمیکنم کوچکتر از اتاق خودتون توی قصر پدرتون باشه. برای چی این کارو کردی؟ یه زنگ بالای تخته که هر وقت تنابشو بکشین خدمتکاراتون فوراً حاضر میشن. چرا منو دزدیدی ها؟ آشپز هر روز صبح سفارش غذا رو به ما میده. وقتی قرار شما مال من نباشین، ترجیح میدم که مال هیچ کس نباشین. شما اینجا میمونین با زندگی و امکانات یک ملکه تا وقتی که نظرتون درباره همین حالا برو بیرون.
با توجه به شناختم از شما حتما تصمیم میگیرین که فرار کنین. ولی من هیچ دوست ندارم که آخرین بار شما رو بین دندونای دیوای نگهبان ببینم. دینی؟ بله ارباب. یا اینه دیگه برای اتاق شاهزاده خانم. بله ارباب. نمیدانم اینها را برای چه کسی می نویسم. شاید برای خودم، تا زمانی دیگر به یاد بیارم. اکنون از شهر و زادگاهم بسیار دور، از راه هیچ نمی دانم. فقط می دانم که راهی است سخت. کارام می گوید بسیار سخت. خیلی زیباست. زیباترین جاییه که تا حالا به عمرم دیدم. بیشتر از اون که زیبا باشه خطرناکه. باباز بیشتر از اون که خطرناک باشه زیباست. خطرناک؟ چرا؟ حالا میفهمم چرا خطرناک. قبل از ما از این راه بسیار گذشتند و خنکی آب بسیار وسوسه‌شون کرد. و حالا اگر خوب به پشت هر صخره و درختی نگاه کنیم، قربانیان این همه زیبایی رو میبینیم. فقط خوردن یه قطره آب اونا رو به این روز در آورده. چه رازی توی این آب هست؟ یه قطره از این آب میتونه تمام حافظه ای تو رو پاک کنه، تمام خاطرات تو. اون وقت تو دیگه فرقی با یه مرده نداری، نه خاطره ای، نه رویایی و نه امیدی. نمیدونی از کجا اومدی و نمیدونی به کجا قراره بری. میگم چطور یکم استراحت کنیم کارا؟ پتونو نگاه کنی. مگه دستم بهت نرسه جمشید؟ منو با این زبون افهم ها ول کردی رفتی. سفر خوشیاش مال تو، سر کله زدن با اینا مال من. کاش لاقل گرگی اینجا بود. چطور گم کرده ام نمیزنم من. منش که این نش به نش غیر میدهم. این گرگی لعنتی اسمش هم بدشانسی میاره. اگر گذر از سرزمین پیشین با آن همه آب گوارا و وسوسه انگیز اراده ای آهنین میخواست، این سرزمین بادخیز تمام نیرویت را به مبارزه میفرمد. مواظب باشین از دیواره کوه فاصله نگیر. چی؟ اگر از دیوارا فاصله بگیریم کارمون تمومه. باده وحشتناکیه. کارم کارم مواظب خودت باش. کمکم کن جمشید. الان باد میبرده. مواظب باش. باد داره منو میپاشه. نترس کارم، فقط بیار. نترس گرگی، یکم صبر کن. اومدم. مواظبش باش. آفرین گرگی، همینطور بکشش. آفرین. آفرین گرگی، دارم میام. باد داره منو میبره. دیگه
تمام کن. باری کلا همت میرسن. وای شما سپر جمشید کمک کن. ممنونم گرگی. تینی بسه دیگه، بقیهش خودم مرتب میکنم. نه این وظیفه منه خانوم. یه چیزی بگم، من خیلی خوشحالم که شما اینجایین. منم خوشحالم که دوست خوبی مثل تو دارم. یادتونه اون اول از من میترسیدین؟ راستش منم از شما میترسیدم. آخه هیچ وقت آدمی از نزدیک ندیده بودم، ولی با اومدن شما. وای اربابه، اگه از پشت در شنیده باشه من به جای کار کردن داشتم حرف میزدم میندازدم جلوی گرگا. تا وقتی پیش منی هیچ کس نمیتونه اذیتت کنه، هیچ کس. میدونم یام تو. هی یه دوست تازه، البته که میتونی بیایی. متشکرم. چطوری تیمی خوشگله؟ وای آبا اینجا چی کار میکنی؟ برای تو از آشپزخونه آوردمشون یواشکی. شیرینی جونم شیرینی بهش به من. تینی نمیخوای این دوست جدیدو به من معرفی کنی؟ اسمت چیه؟ اسم من آواز. من قبل از اینکه کوهستانم تسخیر بشه قرار بوده با تینی ازدواج کنم. تینی ممکنه برام توضیح بدی آبا چی میگه؟ البته وقتی از اون شیرینی ها دل کندی. راه راه ها همه شکل هم، خاک رنگ خاک، همه جا. چه کسی میتونه بگه راه درست کدومه؟ فقط یکی از این راه ها درسته و نه بیشتر. فقط یکیشون درسته. فقط یکیشون. گوش کن پسر، فقط یک راه هست که میتونه درست به مقصد برسونه. فقط یک راه. هر وقت این فکر از سرت گذشت که یه راه دیگه هم هست، بدون که اون راه اول هم غلط بوده. فهمیدی؟ دارم به سمت تو میام. نگاهم کن. بی هیچ راه دنه. در راه تو نظر گم بشم توی این براهوت. آره تو موفق شدی. بهتره یکم استراحت کنی، چند ساعته که داری راه میری. بله تینی، تینی چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ منو نگاه کن، چرا گریه میکنی؟ آبا چی؟ عربا فهمیده چیو؟ اون فهمیده که آبا اومده اینجا و با من حرف زده. خب مگه چیه؟ از چی میترسی؟ حالا میخواد به جرم این کار آبا رو مجازات کنه. جرم؟ مگه حرف زدن با تو جرمه؟ بله جرم. بذار برو کنار ببینم. منظور چیه که جرمه؟ عشق تو سرزمین کتولا ممنوعه. مگه تو عشقو بهشون دادی که حالا میخوای ازشون پس بگیری؟ نمیخوام هیچی از عشق بشنوم. من از عشق متنفرم. تو از عشق چی میدونی که بخوای ازشون پس بگیری؟ چی میدونی شاهزاده خانم؟ عشق برای من یه کوتوله خجالتیه که از آشپزخونه برای محبوب کوچولو شیرینیای کوچولو میاره. برای تو عشق حبس کردن یه آدم توی زندون دورافتاده است. اگه میخوای بهم ثابت کنی که اشتباه میکنم، آبا رو آزاد کن. در دیوار آتیش می‌بره. با
چشم میبینم که چطور هوا از تب حرارت مثل آهن گداخته سرخ میشه. خب کوچولو، رسیدیم به آخرین مرحله. آتیش که از جهنم هم داغ‌تره. کسان زیادی برای رسیدن به سرزمین ما از مرحله قبل گذشتن، ولی خیلی هاشون با رسیدن به این دشت سوزان پشیمون شدن و برگشتن. مطمئنی که میخوای از این آتیش رد بشی؟ بله مطمئنم. میدونی که اگه لحظه ای شک کنی تمام وجود تبدیل به خاکستر میشه. هنوزم میخوای از این آتیش رد بشی؟ معلومه که میخوام رد شم. عشق تو به خورشید اونقدر قوی هست که تو را از آتیش بگذرونه؟ نمیدونم اسمش عشق یا چیز دیگه، فقط میدونم که بعد از دیدنش تصمیم گرفتم هیچ وقت بدون اون زندگی نکنم. حالا نمیدونم اسمش چی بذارم، عشق یا یه چیز دیگه. از معطل چی هستی؟ را بیا برو. تو توی آخرین امتحانم قبول شدی. خیلی خوشحالم که میشنوم کارم. آره، ایمان تو به کاری که میکنی هر آتشی رو خاموش میکنه. به سرزمین من خوش آمدی پسر. خسته ام از این شب بی انتها، خسته ام از تلخی فاصله ها، تک و تنها همدمم یه حس مبهم، یه چیزی شبیه عشق مثل یه شبنم، تک و تنها توی این زندون دور، خسته از حسار سرد بیابون، توی فکر رفتنم اما پناهی ندارم، غیر سر و انتظار دیگه راهی ندارم. بارون تو چشم میشه
تو نفسام توی دست شب مسیرم بگو عشق و یا سرامم تا دوباره جون روز آخره. آره روز آخره. تو که نمیترسی جمشید؟ نه معلومه که نمیترسم، اتفاقا خیلی هیجان زده و خوشحالم. خوشحال؟ بعد از این همه مدت تنهایی حالا کسی رو دارم که براش یه کار مهم بکنم. من باید یه جوری برم اون تو راهای مخفی زیر کوهستان، مثل کف دستم میشناسم، فقط کافیه بتونم از این ورودی رد شم. اگه من برنگشتم چیه گرگی؟ الان که وقت بازی نیست. نه وای کنم شروع شد. خدای من حالا با اینا چیکار کنیم؟ سلام آقای محترم، منو میشناسین؟ من چی بودم؟ هیچی نگو، الان که وقت بحث کردن نیست، فقط شمشیر تو بکش. قهر حالا برگردم. چرا همینجوری میپری تو؟ ترسوندیم دیگه، احتیاجی به این کارا نیست. یعنی به این زودی از فرار کردن پشیمون شدی؟ نه نه دیگه احتیاجی به فرار نیست. آخه چرا؟ چون کارام برگشته. کارام دانا؟ کارام دانا؟ من کارام هستم، از سفری دور میام به همراه پسر کسی که سالها پیش یک بار سرزمین منو نجات داده. شما اون پسر رو خوب میشناسین. فکر کنم اشتباهی شده. نه نه اون پسر جمشیده، برنده مسابقه شاهزاده ها، و این راه سفر فقط برای شما اومده. ای بابا چی کار داره میکنه؟ چرا نیمد؟ من یه ساعتی که رفته اون تو، من وقت بازی نیست. چی میگی؟ ها؟ چی داری میگی؟ ماما چی میخوای بگو؟ شمشیر؟ حرفشم نزن، شمشیر بی شمشیر. ماما آرام. چیه؟ ماما چه خبره؟ آرام. چرا صداشو در میارین؟ الان صداش تا هفت تا گون برترم. مرسی ببینیش. همیشه نمیشه جواب آدم ها رو پیش بینی کرد. آخه اون چی میگه؟ میگه از این که یه جا بشینه و دست رو دست بذاره تا یکی بیاد نجاتش بده متنفره. میگه دوست دارم خودم مشکلات خودم رو حل کنم. پس من چی؟ بعد از این همه راه سختی که اومدم؟ تو کاری رو کردی که باید میکردی. تو به خودت و به عشقت احترام گذاشتی. خورشید هنوزم فکر میکنه که تو به خاطر مقام پدرش میخواستی. آخه این راه سخت. فکر میکنه به طمع طلاهای ما راهی اینجا شدی. درست مثل منجم. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم کارم. من برمیگردم. از اولش هم اشتباه کردم. من یه چوپونه تنهام و یه چوپونه تنهام باقی میمونم. این شمشیر از اولش هم برای من زیادی بود. گرگی را بیافت. اگه میخوای بری جلو تو نمیگیرم، فقط به تمام تجربه های این همه سال که عمر کردم شک میکنم. عاشق خورشید نیستی. هستم. تو میخواستی خورشید رو برای خودت آزاد کنی، نه برای اینکه اون با آزادی زندگی کنه. تو فقط به خودت فکر میکردی، نه به اون. میخواستی خودت راضی کنی، نه اونو. این عشق نیست، این خودخواهیه. اینطور نیست. من این راه سخت و طولانی رو فقط برای نجات اون تا اینجا اومدم. پس برای همین داری ولش میکنی و میری؟ اونم تو دستای آدم دیوونه ای که هر کاری ازش برمیاد. اون منو نمیخواد. نه تو چی؟ تو اونو میخوای؟ معلومه که میخوامش، معلومه. و
برای همینه که اینجا بلش میکنی میری؟ برای همینه که یه نگاه به اون بچه کوچولو که به پا چسبیده نمیندازی؟ برای همینه که من و مردم سرزمینم هیچ اهمیتی برات نداریم؟ برو، ولی دیگه هیچ وقت این شمشیر رو به کمرت نبند، اون گردن آویز رو به گردنت ننداز. اونا مال یه مردن، پسر بچه ها باید اسباب بازی های مناسب سنشون رو دستشون بگیرن. حالا منو میشناسی، من جمشیدم. بده من اون شمشیر رو. من جمشیدم. آبا، مگه به ما نگفتین که باید آزادیمون رو خودمون به دست بیاریم؟ حالا همه ما آماده نوردیم، شما حاضرین به ما کمک کنین؟ البته. آبا، خواستم بگم مواظب خودت باش. بریم. هک دو سه چار، هک دو سه چار، هک دو سه چار، هک دو سه چار. منتظرش بودم. من به خاطر حالا وقت این حرفا نیست، ما باید جلوی اینا رو بگیریم. ما میریم سراغ اربابشون. اینجاست. ولی اینجا که کسی نیست کاران. دنبال من میگردین؟ ازت خوشم میاد، یعنی از همه کسایی که سعی میکنن کارهای غیر ممکن بکنن خوشم میاد. جدی؟ پس بیا جلو. از تو خوشم میاد ولی از آدم کوچولا متنفرم. آدم های ضعیف حالمو به هم میزنن. ضعیف چیه؟ بد نیست. یکی خورشید از اینجا بره. از این حرفت خوشم نیومد. پایان مذاکره. همتون حواستون رو جمع کنید.
ببرین. مواظب باش. حالا بگی که اومد. خود نبود ازت خوشم میومد. خب فرشید خانم، شما دیگه آزادین، هر جا دلتون خواست میتونین برین و شما میشین صاحب این همه طلا. اون طلا ها مال صاحبش، من برمیگردم سر کار اولم، چوپونی بهش هم افتخار میکنم. پس برای چی راه به این سختی رو تا اینجا اومدین؟ مهم نیست دیگه، مهم نیست، میخواستم شما آزاد بشین که شدین، بقیهش دیگه اهمیتی نداره. یعنی همین اینا فقط به خاطر نجات دادن من بود؟ گفتم که مهم نیست. در صفحه تا وقتی از کشته شدن رقیب مطمئن نشدی جنگ و بل نکن. برای حرفای عاشقانه همیشه وقت هست. اون کاری نداشته باش، بذار بره. تو الان تو موقعیتی نیستی که به من بگی چه کار کنم. شمشیرتو بنداز زمین، زود باش. باید بین زنده موندن خودت و زنده موندن این دختر یکی انتخاب کنی. خیلی خوب، بیا اینم شمشیر. مرد، حالا ولش کن بره. گفتم ولش کن. نمیخوای با عشقت خدافیزی کنی؟ برو به جهنم. کوچولوی من کجا بودی؟ دیگه شرش کنده شد. جمشید، من مطمئن بودم که میتونی. کارم فکر نمی کردم زنده مونده باشی. بهت تبریک میگم قهرمان من، واقعا کارت عالی. ممنونم کارم. خسته ام از این شب بی انتها، خسته ام از تلخی فاصله ها، تک و تنها همدمم یه حس مبهم، یه چیزی شبیه عشق مثل یه شبنم، تک و تنها توی این زندون دور، خسته از حسار سر بی و بود، توی فکر رفتنم اما پناهی ندارم غیر سر و انتظار دیگه راهی.
میزنه، اما یاد چشم اون تلسم شب رو میشکنه. نمیدونم میدونه خورشید شبای منه، میدونه شبای من از عشق اونه روشنه. چرا من زندونی باشم توی این حسار دردی، حق سالی دلم رو چرا هیچ کسی نفهمی؟ جنگ و نبرد نیست، ترسم از تیغه ی سر نیست، ترسم اینه دلم رو بشکنه. کاشکی یه روزی بیاد که بگه مال منه. فصل بارون تو چشم میشه عشق سیرا به گوش بیاد صدا من.